اعلام موجودیت چریکی های شورای عالی مقاومت بر رهبری عطا محمد نور در جوزجان. جسد یک پسر نوجوان در شهر کندهار پیدا شد. طالبان حمله به سه روحانی در ایران را محکوم کرد. شکست سنگین طالبان در اندراب رهبری این گروه را وحشت زده کرده و اندراب پنجشیر در آستانه آزادی کامل. مشروع خبرها در یک نوار ویدیویی چریکی های در حمایت از شورای عالی مقاومت بر رهبری عطا محمد نور در ولایت جوزجان اعلام موجودیت کردند. به نقل از آماج، پس از سرپل، سمنگان، پروان، قندوز، فاریاب، کابل و بغلان، اکنون چریکی های شورای عالی مقاومت در جوزجان اعلام موجودیت کردند. چریکی های تفنگ بدست در نوار تصویری میگویند که بر اساس هدایت آقای نور آماده ایستادگی در برابر گروه سیاه و تبهکار طالب در ولایت جوزجانند. جسد یک پسر جوان در شهر قندهار پیدا شد. مسئولان امنیتی طالبان در ولایت قندهار قتل یک پسر جوان در مرکز این ولایت را تایید میکنند. به نقل از اطلاعات روز، جسد این پسر 14 ساله عصر روز چهارشنبه 17 مل از نایه هفتم شهر قندهار پیدا شده است. یک منبع محلی که خواست هویتش فاش نشود گفت که افراد ناشناس این نوجوان را کشته و جسد او را در یک بوجی داخل بشکه آب انداختند. محمد آصف حکیمی، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در قندهار، با تایید این رویداد گفت که این پسر بین 14 تا 16 سال سن داشته و جسد او به شفاخانه میرویس انتقال یافته است. با گفته وی، خانواده و بستگان مقتول تاکنون شناسایی نشده است. چند پیش نیز یک زن و یک مرد جوان در ولایت قندهار به گونه مرموز کشته شده بودند. طی روزهای اخیر موارد قتل و سایر جرایم جنایی در برخی از ولایت‌ها افزایش یافته است. طالبان حمله به سه روحانی در ایران را محکوم کرد. حکومت طالبان حمله با چاقو به سه روحانی در مشهد ایران را محکوم کرده است. به گزارش اسپوتنیک، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، چهارشنبه شب 17 مل در توییت نگاشته است که این حمله ربط به افغانها و افغانستان ندارد. این حمله روز سه شنبه 16 مل در صحن امام رضا در شهر مشهد ایران رخ داده و فرد با چاقو یک روحانی را کشته و دو نفر دیگر را زخمی کرده است. طبق گزارش رسانه های ایرانی، فرد مهاجم شهروند خارجی بوده است، اما این رسانه ها از افشای ملیت او خودداری کردند. خبرگزاری ارنا از این فرد عبداللطیف مرادی یاد کرده و نوشته که او دارای دیدگاه تکفیری بوده و به صورت غیر قانونی از مرزهای شرقی ایران وارد این کشور شده. از برخ منابع ایرانی، فرد مهاجم را ازبک تبار اعلام کردند. آماج نیوز در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین گزارش می دهد: طالبان بار دیگر در جنگ اندراب شکست خوردند. منابع محلی از اندراب ولایت بغلان به آماج می گویند که طالبان با وجود فرستادن نیروهای تازه نفس جنگی با چرخبال به ساعات از اندراب، با دادن تلفات شکست خورده و مجبور به عقب نشینی شدند. یک منبع طالبان نیست این موضوع را با آماج تایید می کند. یک فرمانده جبه مقاومت در اندراب: فصیح بدخشان، تو با این صدا و قامت دلقگمانان داد هرگز به یک مجاهد نمیمونی، جز این که مهره ابزار برای نسل‌کشی تاجکان. آوردن لشکر جهل بندراب همان و نهایت غلامی و بردگیت را هویدا میکند و نهایتا تو در این نبرد متضررتر از دیگران برگشت خواهی داشت. نه تنها امروز تو باید حساب پزدهی، با پیروزی ما دودمان و قبیلت که امروز مثل مگس بر وطن آزادگان اندراب ریختن، تاوان پس میدهد. مطمئن باشید جواب خون را با خون میدهیم. دیر یا زود سراغ خانه و کاشانت خواهیم آمد. شمیم شادیدار در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین گزارش میدهد: پنجشیر و اندراب در آستانه فتح کامل. حمله به روحانیون در مشهد، تر خشک را با هم نسوزانید. گزارش از عصر صبح، کابل. حمله یک مرد مهاجم با چاقو به سه روحانی در داخل آرامگاه امام هشتم شیعیان در شهر مشهد ایران واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است. خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش کردند که در این حمله دست کم یک روحانی کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشته است که حال یکی از آنها وخیم است.
مدت کمی پس از رسانه‌ای شدن این خبر، ویدیوهایی که نشانگر دقایق نخست رویداد بود به گونه‌ای گسترده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. در یکی از این ویدیوها دیده می‌شود که مرد با چاقوی خون‌آلود ایستاده و قربانیان روی زمین افتاده است. آرامگاه امام هشتم شیعیان در شهر مشهد ایران یکی از مکانهای مقدس برای مسلمانان شیعه مذهب شمرده می شود و زیر تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. افراد پیش از ورود به محوطه اصلی آرامگاه به گونه دقیق بازرسی بدنی می شوند و از اسکنرهای پیشرفته الکترونیکی عبور می کنند. دقایق پس از حمله، رسانه های ایرانی به نقل از والی و مقام های قضایی ولایت خراسان رضوی ایران اعلام کردند که مرد حمله کننده بازداشت شده و تبعه یک کشور خارجی است. اما مقام های ایرانی به گونه رسمی مشخص نکردند که این مرد تبعه کدام کشور است. در ویدیوهایی که لحظه بازداشت مرد مهاجم را نشان می دهد دیده می شود که مردان خشمگین فرد حمله کننده را گرفتار کرده و در حال رتکوب او هستند. مسئله ای که توجه مردم افغانستان را به خود جلب کرد این بود که مرد حمله کننده لباس شبیه لباس ملی افغانستان بر تن داشت. در یک ویدیوی دیگر که از جریان بازداشت مرد حمله کننده نشر شده است، فرد ادعا دارد که او شهروند افغانستان است. برخی رسانه های ایرانی هم گزارش دادند که بررسی های ابتدایی پس از بازداشت فرد حمله کننده نشان می دهد که او وابسته به یکی از گروه های تکفیری ضد شیعه است. هرچند ابعاد پنهان این قضیه تاکنون به درستی مشخص نیست و مقام های حکومت ایران جزئیات بیشتر از چگونگی طرح‌ریزی حمله و هویت فرد مهاجم ارائه نکردند، اما به نظر می رسد این یک رویداد ساده با هدف کشتن چند روحانی نباشد و احتمال پیچیده بودن قضیه زیاد است. آنچه نگرانی طیف گسترده از مهاجران افغانستان ساکن در ایران را به دنبال داشته، بدبینی جامعه ایران نسبت به مهاجران افغانستان پس از وقوع رویدادهای از این دست است. در شرایط کامار رسمی مقامهای ایرانی نشان می‌دهد تنها در جریان چند ماه اخیر نزدیک به 1 میلیون مهاجر جدید از افغانستان راهی ایران شدند. پیش از این در چند مورد مشخص پس از وقوع جرایم جنایی از سوی مهاجران افغانستان، مردم خشمگین به محل سکونت آنان حملهور شدند و مهاجران را به شدت لتکوب و توهین کردند. حتی در یک مورد خانه های مهاجران افغانستان از سوی شهروندان خشمگین ایران با آتش کشیده شد. در کنار این، همزمان شدن حمله فرد مهاجم بر روحانیون در مشهد و اعتراض ساکنان شهر شیراز ایران مبنی بر حضور مهاجران افغانستان و خواست آنان برای اخراج آنان از ایران تأمل برانگیز است. این احتمال دور از تصور نیست که اقدامهای برنامه‌ریزی شده برای بدنام کردن مهاجران افغانستان با اهداف خاص انجام شده باشد. این فرضیه زمان بیشتر تقویت نشود که ویدئوی روحانی سرشناس ایرانی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. او از آنچه فتنه دشمن برای ایجاد نفاق میان مردم افغانستان و ایران عنوان می کند به مردم ایران هشدار می دهد که مدعی است که دست برخی جریان های مشخص در پس این فتنه وجود دارد. جزئیات این خبر در ویدیوی دیگر تکمیل می شود. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب روزتان خوش.